بینندگان عزیز سلام بر شما. با نهایت تأسف ساعتی پیش مطلع شدیم که محمد رضا شجریان، استاد برجسته آواز و موسیقی اصیل ایران، پس از مدت‌ها ابتلا و مبارزه با بیماری سرطان درگذشت. استاد شجریان که سالیان طولانی توسط آخوندهای هنرستیز به علت مخالفتش با دیکتاتوری حاکم تا همین امروز ممنوع تصویر شده بود، بارها گفته بود که در مقابل یک رژیم دیکتاتوری قرار گرفته که میخواد اون رو به ندامت واداره و او حاضر نیست اون رو قبول کنه. فقدان این استاد ارزنده موسیقی میهنمون رو به همه هنردوستان و خانواده ایشان تسلیت میگیم. به دنبال اعلام خبر درگذشت استاد شجریان، مردم با تجمع در خیابان‌های تهران و با خواندن سرود و سر دادن شعار یاد این استاد موسیقی ایران رو گرامی داشتند. مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر. بله، همونطور که از زبان استاد شجریان شنیدیم گفت مرگ بر دیکتاتور. اما دوستان، برنامه امروزمون رو به بحران کرونا اختصاص دادیم. 8 ماهه که از گسترش کرونا در ایران میگذره و آمار جان باختگان و مبتلایان روز به روز بیشتر میشه. خامنه ای ابتدا گفت که موضوعی است گذرا و روحانی هم میگفت که دنیا از پیشرفت‌های این رژیم در زمینه کرونا غرق در حیرته و الان هم میگه که دشمنان دارن بزرگنمایی میکنن. از طرف دیگه آمار قربانیان رو هم به شدت پنهان میکنن. این در حالیه که به گفته خود کارشناسای رژیم، بیمارستان‌ها ظرفیتشون تکمیل شده و گورستان‌های جدیدم در ابعاد گسترده در حال پر شدن و گسترشه. سوال مطرح تو جامعه اینه که این وضعیت تا کی ادامه پیدا میکنه و پایان این وضعیت در دست کیه؟ همراه هستیم با آقای حسین میرداماد تا به این موضوع بپردازیم. آقای میرداماد، با سلام به شما، خیلی خوش اومدید. منم سلام میکنم به شما و اجازه بدید که قبل از وارد شدن به سوالات در رابطه با مبحثی رو که امروز میخواستیم دنبال بکنیم، تسلیت‌های خودم رو به خانواده و مردم داغدار و هنردوستان و همه عاشقان موسیقی ایران بگم که امروز در واقع استاد شجریان با درگذشتش یک بار دیگه منفوریت نظام ولایت فقیه رو نشون داد، نظامی که تحمل صدای غیر از خودش رو نداره و صدا و تصویر این استاد برجسته موسیقی میهنمون رو در واقع ممنوع کرده بود. بله. مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن. امروز صداهای مردم ایران در برابر این بیمارستان رو شنیدیم. شعارهای مرگ بر دیکتاتور، دیکتاتور میمیرد، شجر نمیمیرد. و ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما. همه اینها و همینطور لحظه به لحظه خبرهایی که داریم از جلو بیمارستان، جمعیت در حال رفتن به اونجا هست و میخوان در بزرگداشت شرکت بکنن. متقابلا رژیم آخوندی تلاش میکنه که با نفوذ عناصر خودش با فشارها جلوی این تجمع رو بگیره و احیانا تجمعاتی که در شهرستان‌ها میخواد برگزار بشه و الان مردم قیام‌آفرین، جوانان از همه اقشار مردم در واقع در تلاش هستن که به نوعی همبستگی خودشون رو با این استاد که در واقع همبستگی با مبارزه علیه دیکتاتوری ولایت فقیه هست اعلام بکنن، در تظاهرات شرکت بکنن. و من هم سعی میکنم در واقع یه مقدار صحبت کردن امروز برام مشکل هست.
به خاطر اینکه ما نسلی هستیم که با صدای شجریان در واقع بزرگ شدیم، از ربناش تا بقیه ترانه هاش که همه خاطره انگیزه و از بچگی با اینها در واقع بزرگ شدیم و امروز این استاد عزیز رو نداریم. البته اون آرمان های آزادی خواهانه مردم ایران در قلوب همه آزادی خواهان زنده تر میشه، شعله ورتر میشه و عزم و اراده برای سرنگونی نظام پلیدی که این چنین هنرکشه، این چنین هنرستیزه، این چنین قهرمانان هنری ما رو در انزوا و در بیماری و در خلاصه بسیاریشون هم که در زندان ها اعدام کرده یا شکنجه کرده یا سازهاشون رو بر سرشون شکسته، این مبارزه علیه اونها هرچه بیشتر علیه این رژیم شعله ورتر میشه. آقای میرتضی ما تا همین الان هم ممنوع تصویر بود، درسته؟ بله، هم ممنوع تصویر هم ممنوع صوت، یعنی صداش هم نمیذاشتن در تلویزیون داشتیم. البته چقدر خوب، بله چقدر خوب، چرا که این تلویزیون و این رادیو و این رسانه های حکومتی قصبی هن مال یک دیکتاتوری پلید و کثیف هستن که صدا و تصویری در درون اون وقتی میره در واقع به نوعی آلوده میشه، وقتی درونش نمیره و از اون پخش نمیشه، از این آلودگی و از این نجاست ولایت فقیه در امانه. همین که شما هم گفتین، مردم میگن ننگ ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما. هموطنی گفته که همکنون در شیراز در خیابان ملا صدرا مردم برای بزرگداشت استاد شجریان تجمع کردن. درود بر مردم شیراز و مردم قیام آفرین خیابان ملا صدرا که در قیام آبان هم قهرمانی به پا کردن، شورش ها ایجاد کردن و در واقع شیراز قهرمان رو به نقطه جدیدی از شعله علیه نظام پلید ولایت فقیه تبدیل کردن. بله، من یاد این جوانان قیام آفرین انداختیم و شورشی در قیام آبان، شجریان هم یک شعری داشت، گفت برادر بیقراره، برادر غرق خونه، به یاد همه اون بله شهدایی که بودن و سلاح هم را بده تا ره بگیرم. آقای میرداماد، شما هم تو که گفتین اگر ما هر کامنت و خبری از هموطنان بود توی گفتگومون به اون خواهیم پرداخت. بله. من میخواستم در ارتباط با موضوع کرونا که الان یکی از موضوعات جدی میهنمونه و سرمنشأش هم خودمون میدونیم کجاست و بسیار سریع صحبت کردیم، سر این موضوع به این موضوع بپردازیم و اینکه ابتدا شما بگین که الان وضعیت کرونا و شیوع اون چطوره، این روزها چی میگذره؟ به طور واقعی الان آخرین آماری که مقاومت ایران از کرونا داده، در گذشتگان کرونا جان باختگانش 118600 نفر رو امروز آمار دادن. رژیم آخوندی طبق معمول آمارها رو کتمان میکنه، پنهان میکنه و نمیذاره که آمار درست بیاد، ولی از همین اظهارات سرکردگان رژیم یا کارگزارانش در وزارت بهداشت که مرتبا میگن آمار بسیار بیشتره، آمار واقعی نیست، بسیاری اصلا الان به دلیل اینکه مخارج و هزینه های کرونا بسیار گرونه اصلا مراجعه نمی کنن و در بیماری و فقر جان می بازند و الان بسیاری هستن که اصلا توی هیچ گونه از آمارهای این رژیم ورود ندارن. حتی من دیروز این یکی از اعضای همین کمیته کرونای رژیم در تلویزیون رژیم صحبت میکرد به اسم مردانی، کسایی رو که تست میگیرن فقط در یک مرحله، حتی اونایی که مثبتن در یک مرحله اینا وارد آمار میشن، در بسیاری مراحل وارد آمار نمیشن. بنابراین الان تقریبا تمام شهرهای میهن قرمز و بیمارستان ها پرن. همین حریچی هم امروز هم دیروز هم روزهای گذشته تکرار کرده که بیمارستان ها پرن، حتی تخت ها تو راه رو میخوابونن و حتی منتظرن یک نفر بمیره و بعد برن جای اون یک بیمار بذارن. خلاصه در یک کلام وضعیت بسیار فاجعه باری الان در بحث کرونا داریم در ایران و به طوری هست که در واقع باید بگیم که اوضاع به لحاظ کلی و حتی خودشون بعضی از ایادی رژیم گفتن از کنترلشون خارج شده. بله، هموطن گفته که ایران به مرکز اصلی ویروس کرونا تبدیل شده و سیستم خدمات بهداشتی تو ایران در پایین ترین سبک
و نوعش به مردم داره خدمات میده و رژیم انگیزه‌ای برای بهتر شدن وضعیت کشور نداره. شما از وضعیت حاد کشور در شیوع کرونا گفتین، الان توضیحاتی که میدادین آقای میرداماد، از حریشی هم نقل کردید که گفته که شرایط بیمارستان‌ها بسیار پره، اما حریشی دیروز صحبتی داشت که توی اون مشخصاً مردم رو مجرم این وضعیت میدونه، مجرم این شیوع میدونه. اجازه بدین قسمت‌های کوتاهی رو با هم بشنویم و ادامه بدیم. بله. من بذارید اینو با روبه دوربین بگم، از نظر ما کسی که مثبت و میره تو سطح شهر جانیه، مجرم شدیده، جنایت داره میکنه، برای اینکه ممکنه یه دونه آدم جوونی رو ببینه که دیالیزیه، همون موقع یه سرفه کنه، اون مبتلا بشه، اون بمیره که پدر یه خانواده است. یه پیرمردی رو پیرزنی رو مبتلا بکنه، این قدم خیلی مثبتی. حالا بر افراد عادی هم بحثایی شده که تو قسمت بعد. خب اینطور که حریشی مردم رو مجرم میدونه و میگه که خب کسی که مریضه تو خیابون بیاد و اینا، خب این که خیلی مشخصه که کسی که مریضه نمیتونه، اصلا مشکل داره، ولی سوال اینه که آیا بالاخره دولت کارشو کرده که کسی که مریضه تو خیابون نیاد؟ آیا مسئله قرنطینه حل شده؟ بالاخره داره این حرفو داره به مردم میزنه. سوالی که اینجا مطرحه اینه که بالاخره کی مجرمه؟ ببینید، مجرم اون کسی هست که دارایی مردم ایران رو قفل کرده در بیت خامنه ای، از بنیاد مستضعفین، از بنیاد شهید، از آستان قدس رضوی، از ستاد اجرایی فرمان خمینی، از قرارگاه خاتم، از بنیاد تعاون سپاه، همه اینهایی که بالای 1,000 میلیارد دلار درآمد و سرمایه مردم ایران رو غارت کردن و دست خودشون دارن، امکاناتی برای مردم فراهم نمی کنند که اینها در بیماری و در وضعیت وخیمی که به سر می برن رایگان درمان بشن، رایگان ماست داده بشه. ببینید کشورهای دیگه 100 میلیارد دلار، 50 میلیارد دلار، 800 میلیارد دلار، 700 میلیارد دلار، بستگی به توانمندی هاشون، حتی کشورهای بسیار کوچیک 20 میلیارد دلار پول دادن. این خامنه‌ای دجال اومد 7 ماه پیش، اونم زیر فشار بین المللی، چون همه مردم میگفتن آقا دنیا داره همینطور، نمیدونم کشورهای همسایه ما حتی 20 میلیارد 25 میلیارد کشورهای اروپایی 50-60 میلیارد، 70-80 میلیارد و حتی 150-200 میلیارد داده بودن. یعنی همه قرنطینه کرده بودن و مردم رو پشتیبانی کردن، پشتیبانی کرده بودن و اصلا مردم تو خونه بودن. و حتی نماینده خود رژیم میگه که در فرانسه به هر نفر برای توی قرنطینه 1,000 دلار میدادن در ماه. خب این رژیم چیکار کرده؟ نه تنها قرنطینه نکرده، نه تنها 1 ریال نداده، بلکه اون 1,000 میلیارد، 1 میلیارد یورویی که تازه نه از اون بنیادهای قارتگر مستضعفین و اینا که اسم بردم، بلکه از صندوق توسعه ملی برداشته 1,000 میلیارد یورو رو اجازه داده که داده بشه. 7 ماه داره میره میاد و معلوم نیست پول کجا رفته. خودشون دارن میگن دزدهایی سر کارن تو ایران که اجازه نمیدن مردم ایران به سلامت برسن. خب اون فردی که خود همین این رئیس بیمارستان سینا میگفت دیروز پیروز تو تلویزیون رژیم، نفر هرچی اصرار میکنیم میگه من کار ندارم، من اگه بیام اینجا بیمارستان بستری بشم خب پولمو کی میده؟ پول هزینه بچه هامو کی میده؟ نون زن و بچه همو چطوری تأمین کنم؟ خب سوالی که مطرح اینه که خب چرا رژیم پول اینا رو نمیده؟ شما که میگین کشورهای دیگه همه کمک کردن، میگید این کمک نکرده. خب چرا کمک نکرده؟ مگه پول نداشته خامنه ای؟ مشکل کجاست پس؟ مشکل اینه که اساساً کشورهای دیگه دغدغه و مسئله شون سلامت مردمه و این رو در واقع این برش و این مقطع رو تمام دستگاهشون رو بسیج کردن برای اینکه بیشتر به نقطه سلامتی عمومی برسن. قرنطینه کردن، رایگان کردن درمان رو، عرض کنم خدمت شما کادرهای درمانی رو افزایش دادن،
خیلی کشورها از کشورهای دیگه کمک خواستن و به اصطلاح پزشک و پرستار به اون کشور رفتن برای کمک بهشون. مثلا در همون ایتالیا بسیاری از کشورهای دیگه رفتن کمک ایتالیا تا تونست مهار بکنه. اما میگید مشکل رژیم چیه؟ مشکل رژیم اینه که کرونا براش یک مائده است. این رژیم آویزون شده به کرونا، چرا که در نقطه‌ای قرار گرفته بود، نقطه قیام‌های مردم ایران پی بر در پی داشت میومد. بزرگترین قیام مردم ایران که قیام آبان گذشته بود شکل گرفته بود، بعدش قیام دی بود. خب معلومه این تا کرونا اومد، کرونا یک خصلت جمع گریز داره، از این سوء استفاده از کرونا و کشتار وسیع. یعنی شما میگین آمدانه؟ بله که آمدانه است. اجازه بدین که من کامنت هموطنی رو بخونم. مشخصا در تو همین جمله که حریرچی گفته که مردم رو مجرم دونسته، هموطنی گفته که اما جانی و جنایتکار اصلی اونی بود که مدارس رو بازگشایی کرد و هیئت‌های عزاداری رو راه انداخت و مردم رو تو صف‌های طولانی نان و گاز و دیگر مایحتاج نگه می‌داره. میدونید که میدونید اگه فکر کنید سران جمهوری اسلامی این کارها رو کردن. هموطن دیگه گفته که مجرم اصلی خامنه ایه. هموطن دیگه گفته که در کانادا الان هر ماه آی میرداماد گفته الان هر ماه $2,000 به همه اونهایی که از کار افتاده ان میدن تو کانادا. هموطن سوالی پرسیده، گفته که رژیم میگه که مردم همکاری نمیکنن توی جلوگیری از ویروس کرونا. سوال: مقامات ایران در عمل چگونه ابعاد گوناگون این بحران رو مدیریت کردند و چگونه از این بحران سود برده و میبرند و مهمترین پیامدهای این بحران و آینده اون در ایران چه خواهد شد؟ بله، من اینجا اجازه بدید که کاری کمپلکسی از بله سوال ایشون خیلی سوال خوبی بله. هست. ببینید روزنامه حکومتی همشهری روز 12 مهر 99، یعنی مال 4-5 روز پیش، در حالی که می‌نویسه در حالی که آمارهای کرونا در ایران هر روز بالاتر می‌رود و احتمال رکورد شکنی وجود دارد، نه. اما ستاد ملی کرونا به ریاست رئیس جمهور هیچ تصمیمی برای تهران چهارراه تبدیل ویروس نگرفته است. ضمن اینکه دولت همه تقصیر را گردن مردم می‌اندازد. اینا حرفای خود رسانه‌های حکومتی است که اینطوری بارز شده. نه. و فقط انتظار رعایت بیشتر پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم دارد. اما بدون هیچ محدودیتی در تردد و فعالیت ها، همه شغل ها بازه و اگه کسی هم نره تو اداره یا کارخونهش بهش حقوق نمیدن. مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفت عامل اصلی افزایش مبتلایان و قربانیان کرونا کاهش محدودیت ها بود، یعنی همین که الان این هموطن عزیزم گفت بازگشایی ها. شدت کرونا بیشتر نشده بلکه تعداد بیماران افزایش یافته است. علیرضا زالی باز فرمانده ستاد کرونا در تهران گفت ما در تهران، سوال این هموطنمون، این هم کیه؟ رئیس ستاد کرونا در تهرانه. ما در تهران هر تصمیمی که بخوایم بگیریم با تأخیر 1-2 هفته‌ای مواجه می‌شود. بی تصمیمی برای تهران نشانه بزرگ سهل‌انگاری‌هایی است که وجود دارد. سوال اینه که سهل‌انگاری برای چی؟ چیکار می‌خوام بکنم؟ ببین این سهلنگاری نیست، این یک جنایته، یک قتل کشتار دست جمعیه که داره رژیم صورت میده، مثل دوره جنگ. من یک مثال براتون بزنم. در دوره جنگ چرا خمینی گفت جنگ موهبتی است الهی؟ اینو بزنید کنار حرف خامنه ای که گفت ما باید از فرصت کرونا استفاده کنیم. جنگ نعمتی است الهی یعنی چی؟ میلیون نفر کشته و زخمی و اسیر و آواره و دربدر و اینها، چطوری این برای رژیم نعمتیست الهی؟ نسل جوان امروز ما میتونن برن تاریخچه رو نگاه کنن. همون خمینی که با 6 میلیون مستقبل وارد ایران شده بود، بر اثر مبارزات مجاهدین و نیروهای مترقی و افشای دزدی‌ها و جنایات اینا و عملکرد جنایتکارانه پاسداران، کمیته‌چی‌ها، حزب شیطانی‌ها، چماغدارای خمینی منفور شده بود و در دور اول برای انتخابات، برای رفراندوم 20 میلیون شرکت کننده بود
ولی در انتخابات بعدی 10 میلیون شد، یعنی ریزش نیروهای رژیم نصف شد و میرفت به سمت همینطور فروپاشی این رژیم. خب این جنگ براش نعمت بود. چرا؟ چون سرپوشی بود بر اختناق، میتونست هر کسی هر حرفی بزنه بگه جنگ با دشمنه. بله. چرا حرف داری میزنی؟ ساکت باش. کارگرها هر کسی قبل از اون بری نیا کنین، هر روز کارگرها جلوی نخست وزیری بودن. اون موقع سیستم نخست وزیری بود، جلوی نخست وزیری شعار میدادن، درخواستاشون میگفتن. الان چی؟ وقتی جنگ شد همه اینا رو سرکوب کرد. تازه هیچی، بعد میان پولم بدین برای جنگ. الان خب 2 ماه قبل از ویروس کرونا قیام بزرگ آبان رو داشتیم، بالاترین حجم آتش بر روی رژیم ریخته شده از طرف مردم در 200 شهر. بعدش هم قیام با عمق مرزبندی دیماه داشتیم. بله. خب این رژیم آویزون شد به کرونا. الان به اون هر کرونا اگه جمع و جور بشه، اگه مردم کرونا نداشته باشن، میریزن تو خیابون علیهش تظاهرات میکنن، علیهش شعار میدن، شعارهای سرنگونی رو استمرار میدن. خب این وصل شده به کرونا و با وحدت بین کرونای ولایت و ویروس کرونا در اینجاست. بله آقای میرداماد، اجازه بده این تعدادی از کامنت ها رو هم همراه با صحبتمون بخونیم. نکاتی هموطنان میگن. هموطنی گفته که در کانادا سازمان ها و مؤسسات خیریه و بانک غذا و همه نوع مواد غذایی به اونها که نیازمند هستن میدن و برای همه تست کرونا مجانی است و یک کارت 10 دلاری هم میدن. هموطن دیگه گفته که رژیم آخوندا پزشکایی هم که برای کمک مردم اومدن رو برگردوندن، چون از خداشونه که کسی باقی نمونه که حکومت رو به خطر بندازه. همین که شما گفتین سیاست رژیم. هموطن دیگه گفته که این رژیم اصلا صلاحیت نداره که از مجرم بودن مردم در رابطه با کرونا حرف بزنه، چون قاتل مردم ما در ابعاد هزاران وقاحت و پررویی هم حدی داره. هموطن دیگه گفته که با سلام به مهمان برنامه و با تسلیت به خاطر درگذشت استاد موسیقی و آواز ایران شجریان که امروز مردم جلوی بیمارستان شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادن، که یعنی مرگ بر ولایت فقیه. شما آقای میرداماد گفتین که خلاصه این کرونا یک تاثیر ویران کننده رو روی زندگی روزانه مردم گذاشته. من می‌خواستم ازتون بپرسم که به صورت مختصر به خاطر ضیق وقتی که تو برنامه داریم، اوضاع کنونی جامعه رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به نظر من یک نمونه بارز وضعیت انفجاری جامعه و نارضایتی عمومی اجتماعی همین این تظاهراتی است که همین الان جریان داره برای گرامی داشت استاد شجریان. این خودش نشون دهنده است. بعد و شعارهای مرگ بر دیکتاتور، جامعه‌ای که هر لحظه هر فرصتی پیدا بکنه یک فریاد علیه خامنه‌ای میزنه، یک فریاد برای نفی این رژیم غاصب و جنایتکار میزنه. جامعه ما یک جامعه جوشانه. ببین چرا اینا اومدن دیروز اون بساط جنایتکارانه رو راه انداختن و تعدادی از جوونا رو تو ملأ عام شلاق میزدن و کتک میزدن؟ اتفاقا من میخواستم از شما بپرسم که این چه حرکت شنی بود آقای میرداماد؟ هدف رژیم از این حرکتی که این جوونا رو به اسم اشرار و اینا چرخوندن، هدف رژیم چیه با این شرایطی که شما از جامعه دارین میگین؟ البته ببینید، این رژیم که یه روزی 30,000 مجاهد و مبارز این کشور رو قتل عام کرد و بر اثر سیاست مماشات و رعبی که ایجاد کرده بود در جامعه آب از آب تکون نخورد، کمتر از یه ماه قبل با اعدام نوید افکاری، بله، همه چیز رو سرش خراب شد. اینی که وصل به ارعاب یک ستون اصلی حاکمیت دیکتاتوری ولایت فقیه، ارعابه. این با یک دونه اعدام اونقدر سیلی خورد از مردم ایران، این خامنه ای و جامعه بین المللی، حتی مماشاتچی ها در اتحادیه اروپا هم محکومش کردن، تمام کشور به کشور، نه فقط کلی. خب این وضعیت در داخل ایران هم مشخصه چه چقدر محکومش کردن به خاطر نوید شورشگر. بله. حالا پس الان این که نیازمند ارعاب هست چیکار بکنه؟ اومد از طریق ضرب و شتم، اولا از یک هفته قبل که شروع کردن به
یه سری تهدیداتی اون امام جمعه پلید اصفهان که قبلا هم تو فتوای اسید پاشی بر سر زنان دست داشت، اومد گفتش که بعد حجابان رو بعد فضای جامعه رو براشون ناامن کنیم. یعنی شما منظورتون که این حرفی هم که امام جمعه سر بر علیه زنان گفتن، این هم به خاطر ارعاب کلیت جامعه است؟ بله، شرایطه برای کلیت جامعه است. بعد یک آخوند دیگه ای به اسم یعقوبی در که اونم نماینده خامنه ای در بجنور، اون اومد گفتش این اصلا یک ویروسیه و نیروی انتظامی رو باید تقویت کنیم در برابر اینا. و بعد یک گردانی درست کردن به اسم گردانهای امام علی، ضد امام علی در واقع، یک مردکی به اسم مطهری که از بازنشسته های سپاه است در کرمان رفت گفت ما 40 گردان ضد امام علی درست کردیم، گردان امنیتی. حالا تو بگو یک استان غیر مرزی، تو مرزم نیست که مثلا بگیم حالا اینا رو درست کرده، 40 گردان بگیم ما میخوام با دشمنان امنیتی رژیم بجنگیم، دشمنان امنیتی که توی استان 40 گردان بعد در برابرشون بیسته، ببین چقدر بد باشن. خب پس ببین رژیم با یک تهدید جدی مواجهه. همین امام جمعه های پلید صدها موردش مورد حمله قرار گرفتن در جریان قیام آبان. خب معلومه اینا مثل بید می‌لرزن. خب اینا وصل شدن به این ارعاب، میخوان امروز یکی از ایادی رژیم برگشت گفت که این به اصطلاح سرکوب اشرار، اسمش اینو گذاشته اشرار، که اشرار از خود حاکمیت آخوندیه، اینها مطالبه مقام معظم رهبری است. منظورش چی بود؟ منظورش یعنی که خامنه ای خواسته که این کارو بکنی، دستور مال خامنه ایه. پس ببین خامنه ای میخواد چیکار کنه؟ اون جو رعب و وحشت رو با این سرکوب ها پیش ببره. میگید فضای جامعه ایران چطوریه؟ فضای جامعه ایران اونقدر جوشانه، اونقدر فعاله که این رژیم برای یک اعدام مجبور این هزینه رو بپردازه، مجبور بیاد تو ملأ عام با تمام هزینه های مفتزهی که براش داره این کار شنیع رو انجام بده. تازه الان هم یه سریشون اومدن در درون خودشون هم به هم ریختن سر همین کار، سر همین کار تضاد جنگ گرگ هم بالا گرفته. بنابراین اون چی که به جامعه ایران برمیگرده در حقیقت باید بگیم نمیدونم چقدر فرصت داریم که بشه مثلا یک بحثی رو باز کرد، ولی من میخوام بگم که مهمترین ویژگی جامعه ما این هست که یک راه و یک روشی برای سرنگونی دیکتاتوری جلوش باز شده و اون هم وجود کانون‌های شورشی هست. یعنی ما در قیام آبان به وضوح دیدیم که یک استراتژی و یک خط مبارزاتی برای سرنگونی رژیم پیش رفته، گسترده شده، مورد استقبال جوان‌ها قرار گرفته و انگار دارویی است بر دردها. دردهای مردم اینا با چه دارویی واقعا باید پاسخ داده شه؟ آتش جواب آتش، قاطعیت در برابر دیکتاتوری، ایستادگی در برابر تسلیم، هیهات من نزله، مرگ بر دیکتاتور که الان امشب دارن تو تهران و الان اشاره کردین که در شیراز هم تظاهرات را افتاده. ایستادگی در برابر این رژیمه. تاریخ هم همین نشون داده. الان شما با این توضیحات که دادید من خواستم کوتاه پاسخ بدین که به سوال هموطنی هم برسیم پاسخ بدیم، ولی النهایه با مجموعه نکاتی که گفتیم و شرایط جامعه، چشمنداز رو تو شرایط کنونی که الان وجود داره چطور میبینید؟ ببینید شاید خیلی ها بگن خب مثلا کرونا بعد منتظر بمونیم واکسن بیاد، واکسنش منتشر بشه، نمیدونم آیا واکسن بیاد تو ایران تازه حل میشه به نظرتون؟ ببینید چند یکی دو سه سال پیش بود که این جواد منصوری اولین سرکرده سپاه رژیم که الان هم از سرکرده های سپاه هست گفت به دلیل ساختار فاسد اقتصادی ایران اگر طلا از آسمون بباره هیچ مسئله حل نمیشه. و من هم الان به شما میگم اگر واکسن به وجود بیاد و میلیون ها واکسن تو ایران بریزن، در دزبازار حاکمیت آخوندی به مردم ایران چیزی نمیرسه جز به دستگاه دزدی و غارت و چپاولگری این رژیم، احدی از این بهره نخواهد برد.
کمی کمی الان هم هست. مگه خودشون نمیگن 20 میلیون ماسک تولید کردن؟ 20 میلیون ماسک تولید کرده به من مجانی بده به مردم، همونطور مثل کشورهای دیگه دم مترو ها مجانی میدن، تو خیلی از مراکز عمومی میدن. چرا ماسک کردی بازار سیاه؟ سپاه پاسداران مگه درست نمیکنه اینا رو با اون کارخونه ها؟ این رژیم هر چی از شرایط به وجود بیاد اینو علیه مردم استفاده میکنه. بنابراین اون چیزی که برمیگرده به ما مردم ایران این هست که ایستادگی، قاطعیت و تلاش برای سرنگونی این رژیمه و راه دیگه وجود نداره. بله آقای میرداماد، من از شما خیلی سپاسگزارم به خاطر حضورتون و شرکتتون تو این گفتگو و نکاتی که فرمودین، و همینطور از دوستان و هموطنانی که نرسیدیم به سوالات و کامنت هاشون به خاطر ضیق وقت پاسخ بدیم، از اونا هم عذرخواهی میکنم. یه بار دیگه از شما تشکر میکنم. خیلی ممنون. خیلی ممنون، متشکرم از شما. خواهش میکنم.